آمریکا، بریتانیا و نروژ با انتشار بیانیه مشترکی خواستار گذار سیاسی مسالمت‌آمیز در سودان شدند. در این بیانیه که روز گذشته منتشر شد، تأکید شده که زمان پاسخگویی مقام‌های سودان به خواست‌های معترضان فرا رسیده است. اعتراضات گسترده در سودان که با خواست کنارگیری عمر البشیر رئیس جمهوری آن کشور آغاز شده، با تظاهرات نشسته در برابر یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی در خارتوم پایتخت سودان به اوج خود رسیده است. گزارشی از هوشمند میرفخرایی. در 3 روز اخیر بیش از 100 هزار نفر از ساکنان خارتوم پایتخت سودان در برابر یک مجتمع نظامی اجتماع کردند که کاخ ریاست جمهوری و مهمترین وزارتخانه ها را در خود جای داده است. در بیانیه مشترک سفارتخانه های آمریکا، بریتانیا و نروژ در خارتوم، ضمن اشاره به تداوم تظاهرات مردمی در 4 ماه اخیر و حمایت از خواستهای تظاهرکنندگان، به مقام های سودان توصیه شده از سرکوب معترضان یا بیتوجهی به درخواست‌های آنان جدن خودداری کنند. این اعتراضات از 4 ماه پیش شروع شد و ما فقط یک درخواست داریم. نه از آن دست برمی‌داریم و نه در مورد آن سازش می‌کنیم. آنقدر در برابر این مجتمع نظامی تظاهرات می‌کنیم تا رژیم و تمام وابستگان به آن سقوط کنند. عمر حسن البشیر رئیس جمهوری سودان نیز که 3 دهه پیش به قدرت رسید، کنارگیری را رد کرده و می‌گوید تنها راه تغییر برگزاری انتخابات است. اما در این حال خواستار مذاکره با رهبران احزاب مخالف و نمایندگان تظاهر کنندگان شده است. در گفتگو بسته نخواهد شد و دولت آماده مذاکره در مورد هر موضوعی است. ما چیزی را از مردم این کشور و از تظاهر کنندگان پنهان نمی کنیم. شفاف بودن دولت حتی شامل کسانی می شود که مذاکره با حکومت را به کلی رد می کنند و آشکارا خواستار سقوط آن هستند. در این هفته حداقل 20 تظاهر کننده بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی سودان کشته شدند.